به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه دوستان و دانشپذیران گرامی. بنده سید عابد زنوری هستم، دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق گرایش الکترونیک. در خدمت شما عزیزان هستیم با مجموعه آموزشی تأسیسات الکتریکی، نور و صدا برای دانشجویان رشته مهندسی معماری. همینطور که میدونید، یکی از اساسی ترین موضوعات در حوزه طراحی و علم معماری نور و روشنایی هستش که همیشه به عنوان بخش جدای ناپذیری از درک فضا و احساس فضایی به یاری معماران اومده و خب در صورت نادیده گرفتن اون همیشه کمبود این عنصر در فضا و معماری احساس شده. ولذا ما توی این درس به دنبال این هستیم که مقدماتی رو برای دانشجویان معماری فراهم بیاریم که با مبانی نور و نورپردازی و البته آکوستیک و صدا آشنا بشن که بتونن از اونها توی طراحی فضاها و سازه‌های خودشون استفاده بکنن. درس اول و نور. هدف ما از این آموزش همینجور که خدمتون گفتم این هستش که یک مقدماتی رو برای دانشجویان معماری فراهم بیاریم که با مبانی و محاسبات نور و نورپردازی بناها آشنا بشن. همچنین در کنارش هم با محاسبات و طراحی آکوستیکی یا اصطلاحاً صوتی فضاهای مختلف آشنا خواهیم شد. روند کار به این ترتیب هستش که ابتدا مباحث بنیادی رو بیان خواهیم کرد به محاسبه و طراحی نور و آکوستیک خواهیم پرداخت، یعنی روشنایی، شدت روشنایی، شار نوری برای نور و برای آکوستیک هم شدت فشار صدا و تراز شدت صدا، تراز فشار صدا و سایر پارامترهای آکوستیکی رو با هم دیگه محاسبه میکنیم. در ادامه هم با هم دیگه یاد خواهیم گرفت که توی فضاهای مختلف و محیطهای مختلف چه نورپردازی و چه طراحی آکوستیکی مناسب هستش و بایستی به کار بگیریم. به طور کلی همینجور که میدونید ما دو نوع نورپردازی داریم. یک نورپردازی مصنوعی، یعنی نورپردازی هستش که به وسیله تجهیزات الکتریکی ما توی خونه ها، توی بسیاری از معابر، محیط های شهری و جاهای مختلف باهاش سر و کار داریم، همین نورپردازی مصنوعی هستش. و نوعی دیگه از نورپردازی، خب نورپردازی طبیعی هستش که بر اساس نور خورشید و در طول روز همه کره زمین از اون برخوردار هستش. تمرکز ما توی این درس بر نورپردازی مصنوعی هستش. نورپردازی طبیعی رو انشالله در دروس انرژی و معماری و سایر درس‌هایی که مربوط به طراحی نورپردازی‌های طبیعی هستش دوستان فرا خواهند گرفت. ما بیشتر تمرکزمون روی قسمت نورپردازی مصنوعی هستش. البته خب گریزی هم به نورپردازی طبیعی خواهیم زد و اشاراتی هم به اون خواهیم کرد. اما اصلا چرا این نور و روشنایی اینقدر برای ما حائز اهمیته؟ چرا اینقدر ما تمرکز روش میکنیم و برامون مهمه که یادش بگیریم؟ در وهله اول خب یکی از مهمترین حواس همه انسان ها حس بینایی هستش. ما به کمک چشمانمون میتونیم پدیده های مختلف کائنات رو ببینیم. در واقع نور با طلوع خورشید زاده میشه و به قولی هستی رو با استفاده از سرپنجه های پرتاب خودش نوازش میده. هیچ عنصری توی دنیا بدون وجود نور ماهیت دیداری نداره و در حالت طبیعی نور واسطه‌ای بین چشم ما و محیط اطراف هستش. مزیت بعدی اجزای دستگاه بینایی هستش که اجزای دستگاه بینایی خودشون رو با نور محیط وفق میدن. همینجور که میدونید ما اگر توی یک محیط تاریک باشیم، دستگاه بینایی و چشممون به گونه ای هستش که تغییرات لازم رو به خودش میده و به قولی با محیط اطراف آداپته میشه و اگر توی یک محیط پرنور باشیم، تغییرات متناسب با اون محیط انجام میشه. و نکته بعدی که وجود داره در مورد آثار سوء سیستم‌های روشنایی معیوب هستند. ما گفتیم در صورتی که نوری به چشم ما نرسه تصویری تشکیل نمیشه و در نتیجه حس بینایی معنا و مفهوم کاربردی خودش رو از دست میده. اما باید دقت بکنیم که اگر سیستم روشنایی که
برای فضامون تعبیه شده یک سیستم روشنایی معیوب باشه، باعث آسیب رسیدن به چشممون میشه. پیامدهای مثل خستگی چشم، سردرد، نقص بینایی، حوادث ها یا تصادف های ناشی از کمی نور و حالت های درخشندگی و چشم زدگی رو برای ما پیش میاره که از اون بر باعث آسیب رساندن به چشممون میشه. بنابراین همونقدر که وجود نور برای ما حائز اهمیته، سیستم روشنایی مناسب هم حائز اهمیته. فراوان مثال وجود داره که به واسطه عدم وجود سیستم روشنایی مناسب چشم افراد آسیب دیده. بنابراین بسیار حائز اهمیته که ما با نور و انواع سیستم های نور پردازی آشنا بشیم و یاد بگیریم که چجوری از اونها توی فضاهای مختلف استفاده بکنیم. نکته بعدی در مورد ویژگی های یک روشنایی رضایت بخش هستش. اصلا یک سیستم روشنایی چه ویژگی داشته باشه که ما میتونیم بگیم این یک سیستم مناسب و رضایت بخش هستش، یک سیستم مطلوبه. اولا اینکه نور از نظر توزیع فرکانس ها مطلوب باشه. همینطور که میدونید چیزی که ما به عنوان نور میشناسیم بخش کوچیکی از امواج الکترومغناطیس هستش که طول موج اون برای امواج مرئی یه چیزی بین 380 تا 780 نانومتر هستش. یعنی چی؟ یعنی امواج الکترومغناطیسی بر حسب فرکانسشون، بر حسب بسامدشون تقسیم بندی و دسته‌بندی شدن و یک رنج خاصی از اونها میشه نور مرئی. امواج رادیویی، امواج مادون قرمز، فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما از جمله این دستبندی های مختلف هستند که اون چیزی که مطلوب ماست از نظر فرکانسی اینه که اولا نورمون توی بازه مطلوب فرکانس نور مرئی قرار گرفته باشه. نکته بعدی در مورد درخشندگی روشنایی هستش. سطح درخشندگی سیستم روشنایی ما بایستی به گونه‌ای باشه که حالت چشم زدگی رو برای ما پیش نیاره. حالا جلوتر با مفهوم درخشندگی آشنا خواهیم شد، ولی حتما دوستان اینو تجربه کردن، توی محیط‌های قرار گرفتید حتما که به واسطه اینکه از بس شدت درخشندگی بالا بوده چشممون اذیت شده و فوراً حالا یا پلکمون رو بستیم یا اون محیط رو ترک کردیم به واسطه اینکه نور خیلی زیاد بوده. و یک سیستم روشنایی رضایت بخش بایستی نور درش به حد کافی وجود داشته باشه و سایه‌های مزاحم در اون وجود نداشته باشه. خیلی برای ما حائز اهمیته که نه نورمون انقدر زیاد باشه که چشم زدگی پیش بیاد و نه انقدر کم باشه که سایه های مزاحم داشته باشیم و باز دوباره چشممون اذیت بشه. اینا پارامترهایی هستش که برای ما مطلوبه و تمام سعیمون از کل مباحث مهندسی روشنایی همینه که این ستا هدف رو بهش برسیم، که انشالله در طول این فصل در مورد تکنیک ها، روش ها و ابزارهای گوناگونی که میتونیم این ستا آیتم رو باش پیاده سازی بکنیم توی مهندسی روشنایی صحبت خواهیم کرد. تعریفی که برای واژه نور ارائه دادند به این ترتیب هستش که نور انرژی تشعشعی ارزیابی شده به وسیله چشم انسان نامیده میشه و بر اساس 4 تا تئوری اون رو تعریف و تبیین میکنن. یکی تئوری ذره‌ای نور، دوم تئوری موجی نور، سوم تئوری کوانتومی و چهارم تئوری الکترومغناطیسی. همینجور که گفتیم نور واسطه میان چشم و محیط اطراف هستش، یعنی در صورتی که نور به چشم ما نرسه تصویری هم تشکیل نمیشه و در نتیجه حس بینایی هم معنا و کاربردی نداره. خورشید در سراسر طیف الکترومغناطیسی تابش میکنه، از پرتوهای ایکس و پرتوهای کیهانی گرفته تا امواج رادیویی با طول موجهای بعضن 15 متر یا حتی بیشتر. اما به دلیل اون که سطح خورشید داغ هستش، بیشتر انرژی که خورشید تابش میکنه از خودش توی طول موجهای نسبتاً کوتاه هستش و مقدار ماکزیموم توی طول موج نزدیک نیم میکرومتر گسیل میکنه از خورشید. علاوه بر این پرتوهای فروسرخ خورشید هم برای ما به عنوان منبع گرما به شمار میرن. خیلی از دانشمندان یونانی از جمله افلاطون و اوکلیدوس اعتقادشون
بر این بود که چشم انسان نوعی اشعه بینایی از خودش منتشر میکنه و وقتی که این اشعه به اون جسم برخورد میکنه باعث میشه که ما اون جسم رو ببینیم. در واقع نظرشون اونا این بود که تا اشعه از جسم به شی برخورد نکنه هیچ شیی دیده نمیشه. اما خب ارسطو اولین کسی بود که اومد این نظریه رو رد کرد و گفتش که اگر این امر واقعیت داشته باشه ما باید توی شب هم میتونستیم اشیا رو ببینیم، در حالی که توی شب این قابلیت رو نداریم. اومد یک نظریه رو مطرح کرد ارسطو و گفتش که نور از ذرات خیلی کوچیکی تشکیل شده که از اجسام گداخته یا نورانی ساطع میشه و باعث بینایی میشه. بعدها نیوتن اومد این نظریه رو توسعه داد تحت عنوان نظریه ذره‌ای نور یا تئوری ذره‌ای نور اونو میشناسن و بعد از اون توی سال 1690 بر طبق آزمایشاتی که آقای هایگنز انجام داد به این نتیجه رسید که ما میتونیم تئوری موجی نور رو پیشنهاد بدیم. بنابر تئوری موجی نور، نور از نوسانات مولکولی در جسم نورانی ناشی میشه که به صورت موج منتشر میشه و موقع ورود به چشم روی عصب بینایی تأثیر میذاره. شواهد آزمایش هایی که بعدها انجام شد اومد این نظریه رو رد کرد. در واقع تو سال 1888 آقای هرتز با کشف امواج الکترومغناطیسی به این نتیجه رسید که امواج نورانی به عنوان قسمت کوچیکی از طیف وسیع امواج الکترومغناطیسی بایستی شناخته بشن و تئوری الکترومغناطیسی نور رو مطرح کرد. و توی سالیان اخیر هم برخی از آزمایش ها مثل آزمایش اثر فوتوالکتریک اومد تئوری الکترومغناطیسی و تئوری موجی نور رو رد کرد. آزمایشات قرن حاضر این نتیجه رو نشون میدادند که وقتی نور در بعضی طول موجهای معین به یک سطح فلزی برخورد میکنه سبب ساطع شدن الکترون از اون فلز و برقراری جریان برق میشه. در صورتی که طول موج نور تدریجا افزایش پیدا میکرد ساطع شدن الکترون ها برای ما متوقف میشد. به علاوه این که توی قرن حاضر دیدن که سرعت الکترون های آزاد شده تابع طول موج هستش و بستگی به شدت نور تابیده شده نداره. برای توضیح این پدیده اومدن تئوری کوانتومی نور رو پیشنهاد دادن. توی تئوری کوانتومی نور که شباهت خیلی زیادی هم به تئوری ذره نیوتن داره، بر اساس این تئوری انرژی نورانی به صورت ذرات کوچک و مجزا از هم به نام فوتون تولید یا جذب میشن و انرژی هر فوتون رو هم ما میتونیم از رابطه H ضرب در F محاسبه بکنیم. یعنی انرژی هر فوتون نور برابر با حاصل ضرب ثابت پلانک ضرب در فرکانس نور ما خواهد بود. توی این رابطه W انرژی فوتون بر حسب جول هستش، H ثابت پلانک برابر با 6,626 هزارم در 10 به توان منفی 34 جول در ثانیه و F هم که فرکانس یا همون بسامدمون بر حسب هرتز هستش. پس برای ساطع شدن الکترون در اثر فوتوالکتریک فرکانس بایستی به حد کافی بالا باشه تا فوتون نور انرژی کافی برای آزاد ساختن الکترون و دادن انرژی حرکتی به اون رو داشته باشه. توضیح چگونگی تولید نور توی این تئوری به این قراره که الکترون هایی که توی مدارهای داخلی اتم هستن با گرفتن انرژی از یک عامل خارجی به مدارهای بعدی یا شعاع بزرگتر اصطلاحاً حرکت می‌کنند، اما این وضع یک وضع ناپایدار هستش و پس از مدتی الکترون‌ها به مدار عادی خودشون برمیگردند و انرژی اضافی به فوتونی که ساطع می‌گرده داده میشه. تئوری کوانتومی نور نحوه تولید و جذب نور رو به خوبی توضیح میده، اما در کنار این قادر به توجیه برخی از رفتارهای اونها توی فضا نیست. بنابراین هر دو تئوری کوانتومی و موجی برای توضیح کامل رفتار نور پیشنهاد میشه. توی سال 1924 آقای بروگلی جایزه نوبل رو برای فرضیه خودش دریافت کرد که اومد ارتباط نزدیک بین دوتا نظریه کوانتومی و موجی نور بیان کرد. بر اساس این
تئوری که مطرح شد که اصطلاحاً به مکانیک موجی هم شهرت داره، امواج بسته به طول موجشون هستن و به صورت امواج حرکت میکنن و یا ذرات انرژی. بر اساس این تئوری که به تئوری مکانیک موجی هم شهرت داره، امواج بسته به طول موجشون هستش که به صورت امواج حرکت میکنن و یا به صورت ذرات انرژی. یه مثال بخوام خدمتتون بگم، مثلا امواج رادیویی کاملا به صورت موجی شکل حرکت میکنن و امواج کیهانی بیشتر به صورت ذرات هستن که در حرکتن. بعد از این میایم به سراغ نور مرئی. بازه بسیار محدودی از طیف گسترده امواج الکترومغناطیسی هستش که به دلیل طول موجشون برای ما قابل رؤیت هستش. نور مرئی جزئی از طیف الکترومغناطیسی هستش که همونجوری که گفتم طول موج بین 380 تا 780 نانومتر رو داره. طول موج‌های مختلف اثرات مختلفی رو به صورت احساس رنگ‌های مختلف برای ما فراهم می‌کنن. یعنی این بازه 380 نانومتر تا 780 نانومتر رنگ‌های مختلفی رو در بر می‌گیرن که همون هفت رنگ اصلی بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز رو در بر می‌گیره. طول موج‌های کمتر رنگ بنفش و نیلی و طول موج‌های بالاترش میشه نارنجی و قرمز. نکته مهم دیگه که تو این قسمت وجود داره بحث حساسیت چشم انسان هستش. حساسیت یک چشم طبیعی در روشنایی با توجه به وجود سلول‌های مخروطی بیشتر به نور زرد 555 هزارم میکرومتر هستش یا 555 نانومتر و حساسیت کمتر چشم انسان به نورهای نزدیک به مادون قرمز و فرابنفش داره. در صورتی هم که توی شب اگر بخوام این عامل رو بررسی بکنیم، توی شب این قضیه میاد توی طیف مثلا هولوش 510 نانومتر. بنابراین درخشندگی عاملی شبیه انرژی هستش که در محدوده نور زرد بیشترین درخشندگی توسط چشم انسان احساس میشه. اگر این نمودار رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم که نمودار حساسیت نسبی چشم بر حسب طول موج هستش، میبینیم که ما بیشترین حساسیت رو همین طول موج نزدیک 555 هزارم میکرومتر یا 555 نانومتر داریم که مربوط به رنگ زرد میشه. سرعت نور یک ثابت جهانی و برابر با 3 در 10 به توان 8 متر بر ثانیه توی خلا هستش. این کمیت رو توی فیزیک و بقیه علوم با حرف C انگلیسی نشون میدن. بر اساس تئوری نسبیت هیچ ماده‌ای توی جهان نمیتونه با سرعت نور حرکت بکنه. همچنین این تئوری نسبیت به ما میگه که سرعت نور نسبت به ساطع کننده و مشاهده کننده کم و زیاد نمیشه و همیشه با یک سرعت ثابت حرکت میکنه. سرعت نوری که از یک جسم متحرک ساطع میشه همیشه با سرعت ثابت نور حرکت میکنه و نه با سرعت نور به اضافه سرعت حرکت جسم متحرک. بنابراین برخلاف صوت، هرچی محیط ما متراکم تر باشه سرعت نور کمتر میشه. نسبت سرعت نور در هوا به سرعت نور در یک محیط شفاف رو هم اصطلاحاً بهش میگن ضریب شکست نور اون محیط و تمامی امواج به وسیله دامنه، طول موج و فرکانسشون برای ما قابل توصیف هستند. فرکانس و طول موج هم به وسیله همین سرعت نور و این رابطه که توی این قسمت می‌بینیم با همدیگه وابسته هستند. تو این رابطه C سرعت نور بر حسب متر بر ثانیه هستش، لاندا طول موج ما یا همون فاصله که موج در حالت انتشار توی یک سیکل کامل طی میکنه هستش بر حسب متر، و F هم که فرکانس یا تعداد سیکل های کامل در ثانیه بر حسب هرتز. نکته خیلی مهم توی این قسمت همینجور که گفتم، موج به وسیله دامنه، طول موج و البته فرکانس قابل توصیفه و رابطه بین طول موج و فرکانس هم به وسیله سرعت حرکت نور قابل توصیف هستش برای ما. این قضیه برای همه امواج وجود داره، اما اینجا چون خب بحث ما در مورد نور هستش، تمرکز ما بر روی نور خواهد بود.
اما میرسیم به سراغ جذب، انتقال و بازتاب نور، رفلکشن، ترانسمیشن و ابسوربیشن نور. جذب، انتقال و بازتاب نور مربوط به ویژگی‌های مواد هستش که به ترتیب ما با نمادهای آلفا، رو و دلتا اونو نشونش میدیم. بازتاب نور نشون میده که چه مقدار از نور تابیده شده به یک سطح بازتابیده میشه، در حالی که انتقال بیانگر میزان نور عبور کرده از یک جسم رو مشخص میکنه. جذب نیز مشخص کننده مقداری از نور هستش که نه بازتاب میشه و نه از جسم عبور میکنه، بلکه توسط خود همون جسم جذب میشه. ذریب آلفا برای اجسام تیره تر و ذریب رو و دلتا برای اجسام شفاف بیشتر هستش و تمامی این مقادیر رو ما به صورت درصد یا کسری از یک میتونیم نمایشش بدیم. به طور کلی میتونیم بگیم که مجموع بازتاب، انتقال و جذب برای تمامی مواد برابر با یک یا برابر با 100% هستش. ضریب انتقال یک جسم نشون دهنده مقدار نوری هستش که از اون عبور میکنه. ضریب 100% نشون میده که تمامی نوری که به یک جسم تابیده میشه از اون جسم عبور میکنه اگر ضریب انتقالمون 100% باشه. و خب میتونیم بگیم که شفافترین شیشه ها هم این قابلیت رو ندارن که ضریب جذبشون 100% باشه. نکته بعدی در مورد انعکاس نور هستش. انعکاس یعنی بازگشت نور از یک سطح. انواع انعکاس رو ما میتونیم به 4 دسته کلی تقسیم بکنیم. انعکاس آینه ای، انعکاس نیم آینه ای یا گسترده، انعکاس پراکنده و انعکاس ترکیبی. انعکاس آینه‌ای نوری هستش که به یک سطح براق آینه‌ای با یک زاویه معین تابیده میشه، از قانون انعکاس تبعیت میکنه و از زاویه بین پرتو تابیده شده و خط عمود بر سطحمون برابر با زاویه انعکاس و همون خط عمود بر صفحه هستش. اگر به تصویر اسلاید 11 دقت بکنید، توی این تصویر ما انعکاس آینه‌ای رو داریم، یعنی نور با یک سطح براق آینه‌ای با یک زاویه معین تابیده شده و با همون زاویه بازتابیده شده از سطح مورد نظر ما. حالت بعدی که گفتیم حالت انعکاس نیم آینه‌ای هستش. سطوح سختی که نیم براق هستن هم موقع تابش نور بخشی از نور در جهت معینی بازتابیده میشه. از جمله ما میتونیم به کاغذ گلاسه، خیلی از مساله ساختمانی مثل سنگ‌ها، فلزات، سطوح روغنی و سایر مواد ساختمانی اشاره بکنیم. بخشی از نور با زاویه مورد نظر و زاویه یکسان بازتابیده میشه و بخش دیگه به این ترتیب نیست. به اصطلاح به این نوع انعکاس، انعکاس نیم آینه‌ای میگن. حالت بعدی انعکاس پراکنده یا انعکاس دیفیوژ هستش. موقعی که نور بر روی سطوح مات مثل یک دیوار بتونی تابیده بشه، دیگه بازتاب نور به صورت جهتدار نیستش و هیچ نقطه براقی از هیچ جهتی مشاهده نمیشه و تمام سطح دیوار به طور یک نواخت نور تابیده شده رو بازتاب میکنه از خودش. و حالت آخر هم حالت ترکیبی بود. توی این نوع از انعکاس، ترکیبی از انعکاس آینه‌ای، انعکاس پراکنده و انعکاس نیم آینه‌ای یا گسترده رو می‌بینیم که توی خیلی از مساله ساختمانی بعضن این حالت ترکیبی دیده میشه. توی این بخش می‌خوایم در مورد عواملی صحبت بکنیم که توی رؤیت اجسام برای ما حائز اهمیت هستند. به طور کلی چه چیزایی باعث میشه که ما یک جسم رو به طور واضح و توی ابعاد مناسبی بتونیم ببینیم؟ قبل از اینکه بریم به سراغ این عوامل، بایستی با یک مفهومی آشنا بشیم تحت عنوان دقت بینایی. دقت یا حدت بینایی زاویه‌ای هستش که تحت اون کوچکترین جزء جسم قابل رؤیت هستش و معمولاً با آزمون بینایی که در برگیرنده همون ردیف‌هایی از حروف در ابعاد مختلف هستش اندازه‌گیری میشه. خیلی از ماها توی چشم پزشکی‌ها این قضیه رو تجربه کردیم و عامیانش خودمون میگیم که نمره چشممون رو با توجه به اون ردیفی از حروف به دست آوردیم. اینو بهش میگن دقت بینایی.
یک تصوری از این قضیه بخوام خدمتتون بگم، حتما دقت کردید که مثلا تو یک جاده ای وقتی یک ماشینی داره حرکت میکنه و این ماشین هی دورتر میشه، ما وقتی ماشین رو تعقیب میکنیم اگر دقت کرده باشید هی اندازه ماشین کوچیک کوچیک و کوچیکتر میشه و این قضیه تا جایی ادامه پیدا میکنه که ما دیگه هیچ تصویری از ماشین نمیبینیم. دقیقا اون فاصله ها رو اگر به دستش بیاریم با توجه به ابعاد ماشین میتونیم دقت بیناییمون رو محاسبه بکنیم. اون زاویه یا اون فاصله که تحت اون کوچکترین جزء سیستم قابل رؤیت هستش. حالا توی این دقت بینایی چه چیزهایی برامون حائز اهمیته؟ 4 تا پارامتر برامون مهمه. یکی اندازه جسممونه. دوم کنتراست جسم یا مغایرتش هستش. سوم میزان روشنایی و 4 زمان رؤیت جسم هستش. و به طور کلی میتونیم بگیم که درک انسان از یک تصویر ترکیب تصویر دریافتی از شبکیه و اون چیزی هستش که پیشتر توی حافظه خودش داره. هرچند که تصویر همیشه اونجوری که انسان به خاطر داره نیستش، اما تصوری که ما از اون جسم هم در حافظه‌مون وجود داره روی رؤیت ما تأثیر میذاره. بنابراین گاهی ذهن انسان دچار خطاهایی میشه که در ادراکات مربوط به بینایی اثر میذاره و این هم باعث خطا در درک شکل، روشنایی، درخشش، اندازه جسم یا تصویر هستش. توی زندگی روزمره انسان هم برای بیان اندازه اجسام میان از مقایسه اونها با اجسام آشنا استفاده میکنن. حتما همتون شنیدین مثلا وقتی میخوان بگن یک جسمی خیلی کوچیک هستش میگن به اندازه یه سر سوزنه، یا میگن یک جسمی به اندازه یه اتوبوس بزرگه. در واقع با این مقیاس ها میان یک تصوری از ابعاد جسم رو توی خاطر ما ایجاد میکنن و این گونه به نظر میرسه که درک انسان از روشنایی بر اساس مقایسه هستش. نسبت روشنایی دو جسم به هم دیگه برامون مهم میشه و نه مقدار دقیق روشناییشون. از اون برم خطای دید در رنگ رو داریم. خطای دید در رنگ باز اینم مثل روشنایی هستش، با این تفاوت که همون جوری که از اسم اونها پیدا هستش رنگ نقش مهمی برای ما ایفا میکنه و توی رؤیت ما باعث خطا خواهد شد. توی بررسی عوامل مؤثر در رؤیت اجسام میخوایم که اندازه جسم رو با هم بررسی بکنیم. اندازه دیداری یک جسم یکی از مهمترین عوامل مؤثر توی رؤیت آسان‌تر اون جسم هستش. خب طبیعی هم هستش، هر چقدر اندازه یک جسم بزرگتر باشه ما رؤیت اون جسم برامون راحت‌تر هستش و زمانی که اشیا توی فاصله نزدیکتری از چشم قرار بگیرن بزرگتر به نظر میرسن و ما خب میتونیم جزئیات ریزتری از اونها رو تشخیص بدیم. به طور کلی تیزبینی از طریق رؤیت کوچکترین جزئیاتی که چشم از یک مسافت مشخص قادر به تشخیص اون هستش سنجیده میشه. اگر این تصویر رو در نظر ما بگیریم، تو حالت سمت چپ اندازش بزرگتر هستش، جزئیات بیشتری ازش میتونیم ببینیم، اما تو حالت سمت راست چون اندازه جسم کوچیکتره یک مقداری تفکیک این دایره ها سخت‌تر میشه و ما باید دقت بیشتری بکنیم. پس ایدئال ما برای رؤیت اینه که اندازه تا جایی که امکان داره بزرگتر باشه. نکته بعدی میزان روشنایی هستش. مفهوم میزان روشنایی منعکس شده از یک جسم یا درخشش رو ما اینجا نبایستی با میزان روشنایی تابیده شده بر اون جسم یکسان فرضش بکنیم. در واقع اون چیزی که اینجا مد نظر ما هستش میزان روشنایی منعکس شده است که این میزان روشنایی منعکس شده به رنگ و جنس سطح بستگی داره. حالا جلوتر با هم دیگه یاد میگیریم که هر سطحی یک ضریب انعکاسی داره و این ضریب انعکاس که متأثر از رنگ و جنس اون سطح هستش روی روشنایی تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال
تحت شرایط یکسان از نظر روشنایی تابیده شده یک جسم تیره رنگ روشنایی کمتری رو برای ما منعکس میکنه نسبت به یک جسم روشن. بنابراین اگر ما یک درخشش یکسان داشته باشیم طبیعیه که جسم تیره تر به شدت روشنایی بیشتری نیاز داره. حالت بعدی کنتراست یا مغایرت هستش. کنتراست، مغایرت یا همون تباین یکی از اساسی ترین عوامل دید هستش و فقدان اون میتونه قابلیت دید رو حتی به حد صفر برسونه. دستگاه بینایی انسان سه نوع تغایر رو پردازش میکنه. مغایرت روشنایی، مغایرت الگویی و حالت سوم هم مغایرت رنگی. مثلا یوز پلنگ ها، آفتاب پرست ها، گورخر ها و خیلی از حیوانات با ایجاد استتار دیداری میان خودشون رو از دست حالا صیاد ها و شکارچی ها پنهان میکنن و همشون میان از همین قابلیت مغایرت استفاده میکنن. در واقع افزایش کنتراست بین یک شی و محیط اطرافش قابلیت رؤیت اون شی رو برای ما بالاتر میبره و نیاز به نور مازاد رو کمتر میکنه. افزایش میزان مغایرت میتونه توی طراحی تابلوها و حتی توی خیلی از مغازه‌ها و خرده فروشی‌ها مفید باشه و از این قابلیت میتونن برای جلب مشتری استفاده بکنن، قابلیت دید رو بالاتر ببرن و حالا ویترین یا دکور خودشون رو به گونه‌ای تزیین بکنن که بیشترین کنتراست باشه تا اون وسیله‌ای که حالا میفروشن توی چشم بیاد. کنتراست مربوط به اختلاف درخشش بین یک جسم و محیط پیرامون هستش. اگر درخشش سطوح پیرامون بیشتر از درخشش جسم ما باشه، جسم به صورت کاملا تیره رنگ دیده میشه و اگر درخشش سطح جسم نسبت به محیط اطراف خیلی بیشتر باشه، حالت چشم زدگی پیش میاد و از وضوح کاهش پیدا میکنه. اصطلاحی که اینجا ما مطرح کردیم تحت عنوان چشم زدگی یا گلیر هستش. اینو حالا جلوتر هم خیلی در موردش صحبت خواهیم کرد. فقط اینجا بشناسینش، زمانی که درخشش سطح جسم خیلی بیشتر از محیط اطرافش باشه حالت گلیر رو ما داریم. برای این قضیه اومدن جفت‌های رنگی هم تعریف کردن. مثلا میگن که رنگ سبز و قرمز بیشترین کنتراست رو با هم دارن یا رنگ زرد و آبی. شاید تا حدودی خود دوستان هم این قضیه رو توی زندگی روزمره‌شون استفاده کرده باشن. خیلی از اوقات توی مثلا لباس پوشیدن‌ها یا طراحی‌های گرافیکی سطوح توصیه می‌کنم که بیاین از این جفت‌های رنگی استفاده بکنید. مثلا رنگ زرد در کنار رنگ آبی از اونجایی که بیشترین کنتراست رو دارن از لحاظ بصری زیبایی خاصی رو ایجاد میکنه، یا همچنین رنگ سبز و قرمز و بقیه رنگ ها که بیشترین کنتراست رو با هم دارن. کم و بیش خود ما هم تو زندگی روزمرمون میگم، حالا توی مثلا بحث لباس پوشیدن، توی بحث دکور منزلمون از این جفت‌های رنگی استفاده میکنیم. تو این تصویر الان کنتراست موضوع و زمینه رو با هم دیگه میبینید که خب تو حالت سمت راست چون کنتراست بیشتری وجود داره، میبینید که تصویرمون از وضوح بیشتری نسبت به حالت سمت چپ برخورداره. یا همچنین برای این تصاویری که سمت راست ارائه دادیم، اگر کنتراست خیلی زیاد باشه این تصویر پایین سمت راست وضوح کاهش پیدا میکنه، اگر هم خیلی کم باشه این سمت چپ باز دوباره ما تصویر ایدئالی رو نداریم. ایدئال ترین شرایط برای ما زمانیه که نه چشم زدگی داشته باشیم نه اینکه دیگه اصلا حالت تیرگی پیش بیاد. معمولا میگن که توی روز روشن چشم انسان قادر به تمیز دادن دو جسم با کنتراست 1% هستش، اما توی روشنایی‌های کمتر تا 10% تفاوت توی کنتراست هم قابلیت تشخیص وجود داره. بنابراین کنتراست اشیا بسته به روشنایی محیط بسیار متغیر هستش و با کم شدن 1% از کنتراست تقریبا نیاز به 15% ما روشنایی بیشتر داریم. یعنی کنتراستمون 1% کاهش پیدا بکنه، از اون ور بایستی 15% روشنایی اضافه بکنیم تا جبران بکنه این قضیه رو.
میزان کنتراست یک جسم با محیط پیرامونش رو ما از این رابطه میتونیم محاسبه بکنیم. توی این رابطه C مقدار کنتراست ما هستش، L میزان درخشندگی موضوع یا جسممون بر حسب کاندلا بر متر مربع هستش، و LB هم میشه درخشندگی زمینمون باز بر حسب کاندلا بر متر مربع. حالا جلوتر هم در مورد درخشندگی صحبت خواهیم کرد، اما اینجا چون ما داشتیم در مورد کنتراست صحبت میکردیم، من رابطهش هم خدمتتون ارائه دادم، میشه قدر مطلق المنهای LB تقسیم بر LB. این میشه کنتراست که معمولا بر حسب درصد هم اون رو بیانش میکنن. اگر بخوام یک مثال از این قضیه حل بکنیم، توی مثال به ما گفته که قراره که یک جمله حاوی هشدار ایمنی روی یک دیوار با زمینه تیره و درخشندگی 25 صدم نوشته بشه. پس زمینمون درخشندگیش 25 صدم هستش، یعنی LB میشه 25 صدم. در ادامهش گفته در صورتی که کنتراست مناسب 0.7 باشه و قرار باشه که از یک رنگ روشن استفاده بکنیم، درخشندگی اون برای دید مناسب بایستی چقدر باشه، یعنی L برای ما اینجا مجهول هستش. با توجه به رابطه‌مون اگر جایگذاری بکنیم، 0.7 میشه قدر مطلق L منهای 25 صدم تقسیم بر 25 صدم، که اگر محاسباتمون رو انجام بدیم L به دست میاد 425 هزارم، یعنی 425 هزارم کاندلا بر متر مربع بایستی درخشندگی موضوع ما باشه. عامل بعدی که توی رؤیت اجسام برای ما حائز اهمیت بود، زمان رؤیت هستش. پر واضح هستش که هر چقدر که مدت زمان رؤیت طولانی تر باشه، ما جزئیات بیشتری از اون جسم میتونیم ببینیم. بنابراین برای اینکه یک رؤیت کامل رو داشته باشیم، بایستی مدت زمان کافی در معرض دید ما اون جسم قرار بگیره. عملکرد بینایی با عامل زمان در ارتباط هستش و به تعداد اجسام رؤیت شده در واحد زمان یا به مدت زمانی که لازمه تا یک جسم با جزئیات کامل رؤیت بشه بستگی داره. اومدن یک محاسبی رو برای این قضیه انجام دادن و دیدن که برای تشخیص حداقلی از یک جسم بایستی حداقل 17 صدم ثانیه زمان در اختیار ما داشته باشیم تا چشم انسان بتونه رؤیت بکنه جزئیاتی از تصویر رو. این مسئله البته با میزان درخشش اون جسم در ارتباط هستش. طبیعیه که هر چقدر درخشش بالاتر باشه مدت زمان رؤیت هم کمتر میشه، اما حداقل زمان دیگه 17 صدم ثانیه است. این هم از چهارمین عامل مؤثر توی رؤیت اجسام که برای ما حائز اهمیت بود. اما یک مفهومی رو ما خیلی استفاده میکنیم توی تأسیسات الکتریکی و به طور کلی توی لامپ‌های خودمون، مفهوم CCT یعنی Correlated Color Temperature یا دمای وابسته به رنگ نور. نور به عنوان منبع رنگ توی سال 1666 توسط آقای نیوتن کشف شد. اومد طیف نور سفید رو از یک منشور شیشه ای عبور داد و طیف رنگین کمان رو از اون مشاهده کرد. این پدیده هم قبلا مشاهده شده بود، ولی خب همیشه به این ترتیبی که آقای نیوتن بررسیش کرد مورد توجه قرار نگرفته بود. نیوتن این آزمایش رو یک قدم به جلوتر هم برد، اومد پرتوی از نور خورشید رو از منشور شیشه ای عبور داد و باریکه ای از نور سفید رو به دست آورد. نتیجه‌ای که اون گرفت در واقع میشه گفتش که یک انقلابی توی این صنعت ایجاد کرد و گفتش که رنگ در نور است و نه اینکه رنگ در شیشه. در واقع رنگ سفیدی که مردم مشاهده میکنن شامل تمامی طیف رنگی‌های قابل رؤیت هستش. اما دمای وابسته به رنگ نور، یا به طور خلاصه اگر بخوایم بگیم دمای رنگ نور، عبارت هستش از مقدار دمایی که بر حسب درجه کلوین یک جسم سیاه نیاز داره تا نور مورد نظر خودش رو تولید بکنه. رنگ نور خروجی لامپ رو هم معمولاً با عدد دمای رنگ و بر حسب کلوین بیانش میکنن. هرچه این عدد بالاتر باشه
رنگ نور بیشتر به محدوده رنگ های سفید و سرد نزدیک تر هستش و هرچه عدد کوچیک‌تر باشه خب به محدوده رنگ های گرم نزدیک تره. میدونیم دیگه وقتی جسم گرم میشه ابتدا نور قرمز، بعد نارنجی، زرد، سفید و در نهایت آبی از خودش تولید میکنه و این مطلب دقیقا عکس احساس روانی همون سردی و گرمی رنگ ها توی چرخه رنگ هستش. یعنی برعکس اون چیزی که عموم مردم تصور میکنن، هر چقدر نور آبی تر باشه دمای وابسته به رنگ نور بالاتر هستش. دمای وابسته به رنگ نور یا همون color temperature که خدمتون گفتم یا حالا correlated color temperature معمولا یک عددی بین 1000 تا 10000 کلوین هستش. همینجور که توی این تصویر هم مشخص شده توی دماهای پایین تر ما رنگ